سلام دوستای گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امیدوارم امروز ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه همکاری کنن که من این ویدیو رو درست کنم، به خاطر اینکه من واقعا دلم تنگ شده و میخوام که یه ویدیو درست کنم که خیلی خوب باشه. امروز ویدئویی که در نظر گرفتم یه خورده متفاوته. در واقع خب کانال من چون نوپاست زیاد تنوع تا حالا نداشته، یعنی هر کاری که انجام میدم یه جورای جدید هستش برای کانال من، ولی خب تو دنیای یوتیوب اصلا هم جدید نیست. ولی به هر حال امروز ویدئویی که من میخوام درست کنم اینه که یه خانومی رو که شاخ زیبایی یوتیوب هستش رو فالو کنیم. خب این خانم 10-12 ساله که فقط تو یوتیوب داره آرایشگری میکنه، با برندهای مختلف کار میکنه و حالا به هر طریقه، منظور میخوام بگم که ایشون 10-12 سال تجربه دارن تو این زمینه و به خاطر اون من علاقمند هستم که ببینم امروز چه حرفای برای ما گفتنی دارن. ولی خب توی این ویدئویی هستش که برای کامیونیتی خودش چیز کرده. این خانم سورپرایز ترانسجندر بود و یعنی که زمانی وقتی که بچه بوده پسر بوده و بعد تو همون دوران طفولیت ایشون خودشون رو چیز کردن، ترانسفر کردن توی بدن به اصطلاح زنانه. حالا من نمیخوام در این مورد زیاد صحبت کنم، کما اینکه خودشون هم در این مورد توی این ویدیو زیاد صحبت نکردن و صرفا میخوام که نشون بدن که با آرایش کردن آرایش چقدر قدرت داره و همین که خوش بگذره با آرایش کردن، having fun. یک کوچولو حرف دیگه هم بزنم، دیگه قول میدم که بریم شروع کنیم. این که مشخصات صورت خانم کم و بیش به صورت ما میخوره یا حداقل به صورت ما میخوره، روی این حساب به نظرم که این ویدئوی جالبی بشه. بریم که با هم دیگه شروع کنیم. The first step always is primer. Not to prime is a crime. خب منم خودم معمولا فقط یه نرم کننده یا یه مرطوب کننده زیر فاندیشنم میزنم، ولی خب به امروز تنها پرایمری که دارم و اینم همینطور هایدریتینگ پرایمر هست، از همین میزنم، از تارت هست، سایز مینیمومش. خیلی آبکی هم هستش. من امروز تلاش کردم که موهامو مثل ایشون درست کنم، نمیدونم حالا kind of موفق بودم یا نه، ولی خب به هر حال ایشون یه ذره موهاشون رو بیرون گذاشتن، ولی خب من دیگه چیز بود، زیاد کسی نیستم که علاقه داشته باشم که موهام بیاد جلو صورتم، همه رو گرفتم بستم تو لحظه آخر. The next step is color correcting. I'm gonna do a little bit on the corner of my mouth here, a little bit here, here, just a little bit, you see, and under my eyes, and then using a brush I'm softly gonna stipple that in. مال من اینجاهای صورتم تیره تر معلوم میشه، معمولا یه ذره اینجام تیره تر هستش، میبینین؟ بعد زیر چشم معمولا خیلی تیره است. خب اینا واقعا کالر کاراکتر چیزیه که خوب جواب میده. بعد ایشون گفتن که یه ذره کافیه. کالر کاراکتری هم که البته ایشون دارن از برند نیکیتا دراگون هستش که خب اینجور که من میبینم خیلی پیگمنتش بالاست و این چیزی که من استفاده میکنم، کالر کارکتری که من استفاده میکنم اونقدر پیگمنت نداره. روی این حساب امیدوارم که زیاد من با کم اون بخونه. یه نکته هم که همین الان یادم افتاد بگم این که من وقتی که این ویدیو رو خواستم درست کنم دیدم از این وسایلی که این خانم استفاده میکنه فکر کنم فقط یکی یا دوتاش با هم مچن. خب برای همین خواستم این نکته رو یادآوری کنم که ببینید ما فقط داریم روش ها و تکنیک هایی رو که این خانم اجرا میکنن رو داریم فالو میکنیم و نه بیشتر از اون. یعنی خب من البته خب دوست داشتم که موادی هم که ایشون استفاده میکنن استفاده کنم، منتاش دو تا دلیل داره. یکی اینکه رنگ پوست صورت این خانم نیکی با مال من خیلی فرق میکنه، خب خیلی فرق داره، حداقل 4-5 شید با هم دیگه تفاوت داره. میشون اصلا رنگشون اصلا با سفیدی برفی یکیه. اینکه خیلی از رنگ ها اصلا به هم نمیخوره که چیز کنیم. یه سری چیز هم هستش که خب ایشون این خانومه به خاطر اینکه 10-12 سال کار کردن، اینفلوئنسر بودن، خب به لحاظ مالی حالا به حالت چیز استیبلی رسیدن، روی این حساب دیگه براشون تایی کردن خیلی از لوازم آرایش راحته، گرچه که خیلی از برندها براشون هم میفرستن که خب خوبه، ولی خب تو حالت من اینجوریه که خب ما تلاش میکنیم که چیزی رو که تو خونه داریم رو ازش استفاده ببریم. حالا ما بیشتر در مورد این داستان صحبت میکنیم. Take the tiniest bit of face powder on a puff, really work it into the puff and lightly set. حالا نوبت اینه که این رو با هم دیگه ست کنیم یه مقداری کم.
من پاف ندارم یا حداقل دم دست ندارم. یه تیکه پنبه برداشتم. این برای اینه که کالر کارکترمون جای دیگه ای نره. For foundation, I suggest going for a long wear, more mattifying foundation. I'm just going to start bouncing this onto the skin, and you'll see that as soon as that foundation hits the skin, it takes away that orange and you are completely neutralized. If you tap it on, you're going to keep all the pigment, keep the coverage and make it look flawless. در مورد فاندیشن ایشون سه تا نکته گفتن. یکیش این که مت چیز باشه، فاندیشنتون مت باشه. خب برای مت بودنش، برای کسایی که صورتشون صاف نیست و تکسچر دارن، یعنی مثلا پورز دارن یا اینکه زخم صورتشون، یعنی که جای جوش بالا پایین مونده. ببینید همه اینا هستش. بعد و من موافق هستم با این داستان، ولی من دوست صورتم نه چیزه اونقدر تکسچره. من شاید یه ذره پرز اینجا داشته باشم، ولی دست اوکی فرمی، ولی از طرفی هم چیز پوست صورت خشکی هم دارم، خب ترجیح میدم که مت استفاده نکنم. دوم اینکه ایشون فول کاورج استفاده میکنن، یعنی قشنگ سفید سفید میشن، هیچ چیزی نمیمونه. و من طبق چیزی که فهمیدم، من ایشون رو چند ساله که فالو میکنم، برداشت من از این که ایشون اینقدر علاقه دارن اینه که شما ایشون پوست صورتشون خیلی سفیده و کسایی که سفید من اینجا چند تا بادکنک دارم یکیش درکیت ترسون منم. کسایی که پوست صورتشون سفیده، من متوجه شدم یه مشکل اساسی دارن اینه که سری قرمز میشن، تق به تق میخوریش و اینا قرمز میشن. قصد مسخره ندارم به هیچ، من اشتباه نگیرین، من دارم یه مشکل رو استیک میکنم، یه مشکل رو بیان میکنم که ایشون هم همینجوری خیلی سر قرمز میشن، دست به صورتشون میزنن قرمز میشن، نمیدونم سردشون میشه قرمز میشن، گرمشون میشه قرمز میشن، خجالت میکشن قرمز میشن، یا عصبانی میشن قرمز میشن. یعنی پریتی ماچ هر چیزی که، هر کاری، هر اتفاقی میفته کایند اف صورتشون قرمز میشه. خب و این فول کاورج بودن باعث میشه که اون قرمزی صورتشون معلوم نشه، و اینکه قرمزی معلوم نشه به نظر من خب خودش خیلی چیز باحالیه. مثلا فکر کنین وسط کلاس واسدادین، جلوی کلاس واسدادین، یکی یه سوالی ازتون میپرسه، اون لحظه نمیدونین، یا اینکه واقعا این برسینگه، و اینکه شما اون موقع اون لحظه قرمز بشین به نظر من خیلی چیز جالبی نیست. این خانم هم همین مشکل رو با چی حل کرده؟ با فول کاورج فاندیشن حل کرده. خب پس یعنی اگه میخوام بگم که اگه شما یعنی پوست صورت روشنی دارین و با قرمز شدن مشکل دارین، سولوشنتون، حل مسئله اینه که بریم فول کاورج فاندیشن بگیریم. این برداشتی که من دارم از اینکه این خانم چقدر فول کاورج رو دوست دارن. خب ممکن اشتباه کنم، من نمیگم که این 100% دلیلشه، ولی خب به هر حال من خودم یکی دلیل نمیبینم همیشه که فول کاورج استفاده کنم. من خودم میگم که ما انسانیم، زیاد نمیخواد که پرفکت باشیم، یعنی که مثلا یه خالی بزنه بیرون یا حالا مثلا یه ذره چیز معلوم بشه، این پرفکت معلوم بشه. به نظر من، برای منی که آدم هم، طبیعی تره. برای همین من خودم فول کاورج استفاده نمی کنم اونقدر که ایشون استفاده میکنه. خب فاندیشن که من استفاده میکنم از لوریال هستش، شماره 260 گلدن سان. بعد این خانم تاکید میکنه که اینجوری حالت استمپ کنی، یعنی ضربه ای کار کنین که کاورج فاندیشنتون جایی نره. و باز هم میگم که ایشون فول کاورج رو دوست دارن. به نظرتون کالر کارکتر کمک کرد به این داستان؟ خوبه که توی آینده اگه وقت شد یه فیلمی درست کنم که یه سمت صورتم رو کالر کارکت کنم، یعنی رانرنجی بزنم، یه سمت رو نزنم، که با هم دیگه تفاوتش رو ببینیم. So for under eye concealer, you can really build some up on the inner portion here. And then if you want to create more of that angle and that lift, you can apply some right here to the outer portion of the eye, underneath the mouth, towards the sides, top of the lip, center of the chin, and a bit on the center of the forehead to already start our highlighting process. Okay, so now let's bounce this in. برای کانسیلر گفتن که کسایی که مثل ما صورت گردی دارن، خب بهتره که کانسیلر رو، یعنی هایلایت کردن صورت رو، سمت وسط صورت نگه دارن که بیشتر حالت زنونه خودشون نشون میده. اولین باریه که مچ شده که از موادی که من استفاده میکنم با موادی که این خانم استفاده میکنن. کانسیلری که استفاده میکنیم هر دوتامون از جوئر هست، و فقط البته مال من رنگش با مال اون فرق میکنم.
اگه لیفت میخوان یه ذره اینجا رو هم کانسیلر بزنین. فقط حواستون باشه که این خانم به تعداد زیاد تو صورتشون تزریق انجام دادن، فیلر، بوتاکس، که اگه آرایش من شبیهشون نشد یا آرایش شما شبیهشون نشد یا مثلا یه تکنیکی رو استفاده کردن و رو صورت شما جواب نداد، بدونین که خب ایشون خودشون تو صورتشون کار کردن. حالت تب 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 بزنین که کانسیلرتون جابجا نشه، فقط محو بشه. و این به خاطر اینه که شما نمیخواین که کانسیلرتون جای رو کانسیل کنه، جای رو هایلایت کنه که شما نمیخواین. و من با این قضیه موافقم، به خاطر اینکه من همه تقریبا آرایشگرایی که توی یوتیوب هستن این رو به یه زبون دارن میگن. I pick up some powder on my damp beauty sponge. The powder that I pick up, I really work into the sponge with the palm of my hand. And this is going to go underneath the eye, down to the sides of the nose, corner of the mouth, and then bringing it back towards the eye. As for the rest of the face, I like to use a waterproof, long-lasting, very mattifying powder to get rid of all the texture, get rid of all the pores. This one is by Dermacolor. I just picked that up using my powder puff. And I set my entire face. خب حالا نوبت اینه که اینو لاک کنیم. ست کردن این به خاطر اینه که خب جایی رو که هایلایت کردین همونجا سر جاش بمونه و تو طول روز جا به جا نشه. اینکه مثلا روشی رو که دیگران آرایش میکنن رو صورت خودتون پیاده کنین گاهی وقتا ترسناکه، از جمله همین کارشون. من این همه پاودر تا حالا تو عمرم نزدم تو صورتم، ولی خب امروز میریم که بزنیم. نکته هم که گفتن اینه که باید با ضربه روی صورتتون کار کنین و نکشین، چون اگه بکشین موادی که رو صورت اونها هست جا به جا میشه و دیگه جاش میمونه. واو چقدر سفید شدم. اوکی نوبت ابرو میرسه. Now since I pretty much don't have any brow hair left, I like to create a full bushy fantasy with little tiny bit of an arch. گفتن که اولا موادی رو استفاده کنین که لانگ لاستینگ باشه، یعنی که خب یه بار کشیدین یکی دستش خورد، شونش خورد به صورتتون جایی نره. من خودم یکی چون ابروم هست، حالا به هر حال یه تعداد دونه مو هست، زیاد به این نکته دقت نکرده بودم. کرمی که من استفاده میکنم از آنستازیا هستش. من دو رنگ توپ و میدیوم براون رو با هم دیگه قاطی کردم. بعد نکته هم دیگه که گفتن که خب قبلا چیز بودش، ابروهای نازکتر و اینکه اینجوری چیز باشه، ابرو چقدر بالاتر بود بهتر بود، که مثلا هشتش بیشتر، آها هشتش بیشتر بود. بعد خود خانم نیکی تقریبا میشه گفت ابروهای استریت میکشه، تهش یه ذره کمون میده. اینم به خاطر اینکه من احساس میکنم این اواخر بیشتر مود شده، به خاطر اینه که خب مثلا تو حالت طبیعی ابرو اینه، ولی خب اگه حالت لیفت بدین این صاف میشه، تهش یه ذره آرچ میمونه. ببینین این حالت طبیعی ابرو منه، ولی وقتی که چیز میکنم لیفت میدم این چیزتر میشه، صافتر میشه، تهش یه ذره آرچ پیدا میکنه. برای تمیز کردنشون هم من از همون کانسیلر روی هم استفاده میکنم با یه قلمون. The first thing we're gonna do is prime. The color I'm going in with is Mila, which is a warm medium brown. And overall, the shape you want to go for is a more rounded, smoky eye. Blending it up into the crease while still keeping the shape very rounded. Okay, once that is on, I'm taking Mila and Basic Toots. I'm using this to create some depth on the front of the brow and in the crease here. خب نوبت به آرایش چشم رسیده. اول که گفتن که not to prime is crime. Okay, of course. پس من خودم از پرایمر پورشن هم استفاده میکنم. میدونم که فنتی بیوتی هم یه دونه چیز داره، پرایمر داره که اونم به همین خوبیه. سایه که استفاده میکنم سایه خودشونه که با بیوتی بیت کلاب کردن، ولی من از چیز استفاده میکنم، از میلانی استفاده میکنم، ماست لاف مکس. میخوام که چشم رو گرد نگه دارم. حالا من دقیقا نمیدونم که آیا متوجه حرفشون شدم یا نه که منظورشون از گرد چیه، ولی به هر حال اون شکلی که رو خودش ایجاد کرده رو من تلاش میکنم که روی چشم ایجاد کنم. خوبی چهره ایشون اینه که مشخصات چهرهشون خیلی به چهره من شبیه، مثلا چشمشون، یعنی اگه اینجکشن نداشتن خب دقیقا شاید میشد گفت که کپی پیست هستیم، ولی خب به هر حال
این و این رو میگیرم با هم دیگه. در مورد اینکه اینجای ابرومون رو هم چیز کنیم، من خودم یکی که همیشه میکنم به خاطر اینکه من اینجوری میکشم، یعنی از اینجا میام وصل میکنم به اینجا، خب؟ ولی برای اینه که از ویژگی های صورت من همینه که خب این بهش میاد، خب ممکنه به شما نیاد. یه نکته هم که خود این خانم گفتش اینه که اگه چشاتون به هم نزدیک هست این کار رو نکنین، ولی خب اگه چشاتون از هم دور هست چیزه خیلی بهتون میاد. بعد میخوام بگم که نرمال چشم اینه که شما اندازه خود چشمتون اگه ما بین دوتا چشتون جا شد نرماله، یعنی نه دوره نه نزدیکه. مال من نسبت به هم یک ذره دورتره، خب یعنی اگه یکی از چشام اینجا بذارین قشنگ شاید یه هلوهاش نیم سانت 7 میلیمتر چیز اضافه بیاد، خب یعنی چشای من از هم دوره. ولی اگه چشاتون از هم نزدیکتر، یعنی از اندازه چشتون اگه اینجا بذارین به نظرتون کوچیکتر میاد، از این کار رو انجام ندین. I'm taking basic twist only and that is going on that center of the lid. حالا من از همین رنگ بالایی میگیرم و این قسمت هایی که از چشمم مونده رو باهاش میکشم. خب این برای خودش گفتش که خب این پیچ هم رنگ پوست خودشه، ولی برای من خب این خیلی روشن میشه. So I pick some up on my brush and I'm just going to buff it in close to the outer corner of my lashes. And then I pick up some 5 AM and really go over top to make that perfect. And I like to apply a thin but confident winged liner to just give the eyes that little bit more flare. اول اینکه گفتش که چیز کنیم، با پوماد خط چشم بکش. من پومادی که استفاده میکنم از الف هستش، با یه قهوه‌ای روش برین. Super pomade. This time it's the color bleach, and this time around I'm going to highlight my inner corners. Now using the tattoo liner and extend the inner corner by creating a nice little point. خب نوبت به این رسیده که جلوی چشمون رو هایلایت کنیم. ایشون از سوپر پاورشون استفاده میکنم، منتهاش من که سوپر پاورشون رو ندارم از کانسیلر مک استفاده میکنم. با این رنگ ستش میکنم. من جلوی چشم این قسمتاش بسته است، یعنی رو به پایین. مثلا اگه اینجای چشم رو بیارم بالا تازه اون قسمت باز میشه. برای من مناسب نیست، ولی خب باز با این حال ما میکشیم، چرا که نه. Opening up that inner corner using a white liner. And I just draw a line like close to the black extension on the inner corner. Right here. I'm gonna pop my lashes on and pop 3 individuals on the bottom to get that flirty touch. تا اینجای کار که پیش رفتم حقیقتش رو بخوام به نظرم کار ساده ای نبود. این خط چشم کشیدنش مراحلش خیلی زیاد بود. خب من آرایش چشم رو انجام دادم. اگه بخوام صادق باشم باید بگم که خیلی آرایش چشمش سخت بود. سخت که نه، یعنی در واقع وقت میگرفت و از طرفی هم خیلی سنگینه. من الان چشم به شدت میخاره، به شدت سنگینه، اصلا نمیتونم چشمو باز کنم. یا خدا ناگفته نماند که چیز این موژه های تکی که من اینجا گذاشتم موژه های تکی که معمولا بالای چشم میذارم، رو موژه های بالایی میذاشتم، ولی خب من چون مال پایینو نداشتم، موژه های پایینو نداشتم دیگه، از همین پایینو زدم. امیدوارم که قشنگ شده باشه، امیدوارم که توی دوربین خوب بیفته، وگرنه تحمل این آرایش سنگین انقدر سخت هستش که امیدوارم که این ویدیو بیارزه. از طرفی هم من صورت خودم و من تا حالا این همه مت ندیده بودم، خب یعنی اصلا یک ذره شما بگین که صورت من یه جایش برق بزنه، نه هیچی هیچی. خب خانم نیکی میفرمایند که به جای کانتور یه برانزر رو انتخاب کنین که هم گرم باشه که بتونیم برانز کنیم و همین که به اندازه کافی سرد باشه که کانتورم باهاش بشه. من همین الان واقعا میگم تو آینه من اصلا دد معلوم میشم، مرده به نظر میام. چرا اینقدر مت آخه؟ نمیدونم. به هر حال دیگه این یه ذره شین داره، امیدوارم که حالو بهتر کنه. So usually you would contour here. We're going to contour here. I just add in warmth. I'm not necessarily contouring yet. I'm just adding in warmth. This would be a great part of your face to naturally give a bit more depth because it just flows with the face beautifully. Because I pretty much don't have a jaw. I create one by going underneath
my actual jaw. کسایی که مثل من پیشونی خیلی بلندی دارن خیلی ها مثلا به گفته ایشون میرن سرجری میکنن، جراحی میکنن که این خط مو رو بیارن پایین تر، ولی خب برای همین چیز آرایش کردن هم خیلی کمک میکنه. رو این حساب سعی کنین که این نقطه اگه تو روشن‌ترین نقطه پیشونیتون باشه و این خط چیز باشه تیره تر، بعد از اینجا تا اینجا فید بشه. آرایش چشم از طرفی هم قشنگه، هم ساده است هم ساده نیست، میدونی چی میگم؟ یعنی موژه ها خیلی چیزش کردم، عوضش کردم. حالا من موژه به سنگینی موژه خود نیکی نزدم، یعنی من یه حالت نچرال مانندش رو انتخاب کردم، ولی خب باز با این حالی خودش هم خیلی چیزه. خب حالا میمونه این که اینجا رو میگه که اینجا برای کسایی که اینجور صورت گرد و پف کرده مثل ما دارن اینجا کانتور نکنیم، بلکه یه ذره یک سانت ببریم بالاتر. چشم رو یک سانت هم میبریم بالاتر. اینجاها رو همه میگه من احساس میکنم اینجا رو که برانس کردم این ور صورت هم افتاد این ور بالاتره. همین فکر رو میکنی شما؟ بینیشونم که با همین برانزر دارن برانز میکنن که بعد آخر سر تمیزش کنم. حالا در مورد چهره منم که دیدین اصلا کلا فکم معلوم نیست، روی این حساب لازمه که زیرش برم و قشنگ اینجاها رو با برانزر چیز کنم، نشون بدم که منم یه فکی دارم. Wanna take that powder again and just bronze your nose like completely. But then you want to take your face powder and a dry beauty sponge. Pick up that face powder that should have quite a bit of coverage to it and carve out the side. And now with a big fluffy face brush, you're just gonna sort of tickle the edges of where the colors meet to soften the harshness. قدی که مال خودش قشنگ شد، مال من قشنگ نشد. برای بلاشم چیزه، من از این بلاش فلورال استفاده میکنم، مال بی اچ کاسمتیک میکنم. آره بعد قشنگ برمیدارم، بعد به گفته ایشون اوه شوت فقط قسمت بیرونی رو نیت چیز میکنم و کمتر میارم داخل و این قسمت رو میذارم که هایلایت بمونه. I just always kind of marry my blush into the bronzer back there because again I feel like if I put it more towards the side optically it's going to pull my face inwards a bit more. And blush on the tip of the nose always is a good option. It ties everything together, plus it makes the nose look a little bit shorter. And I go on that area and give it some shine. And I always like smiling really big and giving the apples of my cheeks a nice glisten. Totally up to you what you میمونه هایلایتر. من معمولا از این دوتا هایلایتر هم استفاده میکنم، یکیش مال میکاپ استور هست این یه خورده اینتنس تره، یکی هم مال ایسنس هست پیور نود که یه خورده محفتره. خب بعد ایشون با توجه به اینکه کلا این قسمت ها رو همه هایلایت میکنن، من ترجیح میدم که با این برم، چون فکر کنیم کل صورت آدم مثلا چیز شه هایلایت شه. این قسمت ها چون معمولا همه پورز دارن نمیدونم چرا، مثلا پرزای آدم رو بیشتر نشون میده، حالا نمیدونم چرا واقعا آدم باید اینجا رو هایلایت کنه. You want to highlight the very tip of your nose right here. Create a little ball of light. And my favorite, all-time favorite place to highlight is the bridge of the nose right here. So see how I have that white line and I put my liner like right above it. And it always helps to like fade in the edges towards the side of the mouth. Then I'm gonna take a nice nude liquid lipstick for that long wear, beautiful nudeness. And then a nice nude peachy gloss on top. خب این از خط لب. خط لبی که خودش استفاده کرده فکر کنم خیلی تیره تر از این حرفا بود، ولی خب به هر حال یا چون پوست صورتش روشنه اون خودش رو اینقدر چیز نشون داد. من راستی موادی که استفاده کردم یکی EL هست رنگ 8 اسپایسشه، این باکسام هستش رنگ نمیدونم بعد گلاسی هم که میخوام استفاده کنم از آنستازیا هستش، این رنگ آمبر لیپ گلاس. Today I'm using the Morphe one.
And that, my glow babies, is one of the many ways to feminizing the face. و بعدش هم اسپری دیگه، اسپری خدا کنه که این حالت مرده‌ای رو که من پیدا کردم به خاطر اون همه پودری که زدم به زندگی برگردونه. خودش که این کارو میکنه و میگه که جواب میده. خودش از مورفی استفاده میکنه، من از ماریو استفاده میکنم. فیشیال اسپری ویت آلو کیوکمبر اند گرین تی. خب اینم از آرایش ما. ساعت 2:10 است. من ساعت 11:10 اینجا نشستم و از 11:10 12:01 2:03 ساعت اینجا نشستم. بعد و این آرایش تکمیل شد. به نظر تو قشنگ شدم یا نشدم؟ نمیدونم که من خودم چیز قصدم از این که این خانم رو فالو کردم این بود که تیپس و تریکس هایی رو که گفتن، خب تکنیک هایی رو که ارائه کردم برای صورت خودشون که مشابه با صورت ما بود فالو کردم. خوبیش این شد که خوبی این کار اینه که آدم رو تکنیک هایی رو که فکر میکنین که ممکنه جواب نده رو صورتتون رو واقعا تست میکنین، میبینین جواب میده یا نمیده و واقعا بعضیشون میده. خب و این خودش به نظر من اینکه شما رو چیز میاره، از کامفورت زونتون بیرون میاره، به نظر من خیلی خوبه. به خصوص اگه که بدونی که طرفی که این چیزا رو تکنیکا رو یادتون میده خودش آدم کار درستی هست. حالا من که این آرایش رو فالو کردم، خب نظراتی دارم در این خصوص که دوست دارم بگم. اول اینکه نظر اصلی اینه که شما باید بگین که آیا خوشگل شدم یا نشدم، خب این آرایش مناسب صورت من هست یا نه. بعد از طرفی هم آیا شبیهشون شدم یا نشدم. تلاش کردم یه ذره موهام رو اینا رو شبیه ایشون کنم، گوشواره هام رو، ولی خب ایشون خودشون به اصطلاح خدا به اصطلاح شاخ زیبایی یوتیوب هستم. میخوام بگم که از کاری که امروز که کردیم، از اولش که شروع کنم پرایمر، که خب پرایمر من استفاده میکنم، منتهاش پرایمرم موسترایزر هست، یعنی لزوما پرایمر نیستش. بعد فاندیشنشون بود. فاندیشن اگه شما دوست داریم با پوشش خیلی بالا استفاده کنیم، من زیاد علاقه ندارم، به نظرم همون کمش هم جواب میده. و بعد ایشون علاقه دارن که با بیوتی بلندر مثلا اینجوری تپ 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 کار کنن. من خودم به شخصه برای کسی که مثلا داره روزانه استفاده میکنه، آرایش میکنه، خب و معمولا اینقدر ادوانس لازم نیستش که شما آرایش کنین برای اینکه میخواین بریم بیرون یا سر کار باشین، میخواین که مرتب به نظر بیاین. به نظر من با براش اگه فاندیشنتون رو بزنین خیلی سریعتر میشه، خیلی سریعتر کارتون پیش میبره. نهایتش این که با براش بزنین تهش، مثلا یکی دو تا با بیوتی بلندرتون بزنین که یه دست بشه، ولی خود دیگه اون موقع آخر سری که این کارو کنین خیلی سریع میشه. ولی اینکه از بسم الله بخوایم با بیوتی بلندر مثلا چیز کنین، این کار رو انجام بدین، به نظرم خیلی سخت میشه کارتون. سیلرش به نظرم خوب بود، اوکی بود، مشکلی من نداشتم. اینکه این همه پاودر زد، خب این همه پودر رو صورتش استفاده کرد، الان که چیز زدم، اسپری زدم، خیلی حس بهتری دارم، وگرنه خیلی مته. الان که مثلا زیر چشم قشنگ خط افتاده. بد نیست، خوبه، یعنی این نیست که غیر قابل تحمل باشه، ولی خب برای خود من این همه پودر خیلی زیاده. ولی اینکه فکر کنید مثلا که بعد معلوم میشه یا مثلا پچی معلوم میشه، یه جایش لکه لکه معلوم میشه، نه اصلا اینجوری نیست. به نظرم خیلی تمیز بود. طرز برانزر زدنش به نظر من که خوب بود. این قسمت رو اگه من برانزر نزنم بیشتر دوست دارم، یعنی که مثلا برانزرم اینجوری بیاد تا همینجا و تموم بشه. اینکه اینو عقب‌تر نگه داریم، چه برانزرمون چه بلاشمون رو، این خیلی به من کمک کرد. به نظر من خیلی به صورت من بیاد، از این بابت دوست داشتم. ولی اینکه اینجا رو برانز کنیم رو نزیاد دوست نداشتم، به نظرم باعث میشه که خود صورتم افتاده تر به نظر برسه. ببینید از طرفی هم لاغر کرده نکرده. حالا قضاوت با شما دیگه، به نظرتون آیا من با این لاغرتر شدم یا نشدم. بعد دیگه چی؟ از بلاش راضیم. خیلی این که از بالا بلاش میزنن تا پایین به نظرم خیلی قشنگه. من این اواخر متوجه این چیز شدم، داستان شدم، که به نظرم خوبه. طرز بینی رو که کانتور کردم به نظرم جالب بود برای کسی که بلد نیست، مثلا دفعه اول میخواد با خیال راحت این کار انجام بده، به نظرم خیلی خوبه. منتهاش من خودم یکی نتونستم به اون قشنگی که خودش در میاره در بیارم. بعد
لبش رو دوست داشتم. ابروهاش به نظرم منطقی که آدمی کمی مستقیم تر بکشه و بعد تهش کمی هشتیش کنه. من خودم هم تلاشم اینه که این کار رو کنم، ولی خب چون من خودم چیز دارم، ابرو دارم، زیاد قدرت مانور ندارم رو این داستان. بعد میمونه آرایش چشمش. آرایش چشمش سایش رو خیلی خوشم اومد حقیقتش. احساس میکنم خیلی چشم کشیده تر شده. مثلا اینکه اینجا و اینجا بزنیم ولی قشنگ قسمت هایلایت سفید بمونه به نظرم خیلی قشنگه. از این همه موجه خسته شدم واقعا، گرچه که خیلی قشنگ معلوم میشه به خصوص اینجاش. بعد آیلاینر هم من هیچ وقت تا اینجا نمیکشم، این مناسب چشم من نیستش. حالا نظرتون رو بگین دیگه. اینکه خط سفید بکشین اینجا به نظرم جالب بودش، چشم رو فکر میکنم که درشتر کرده واقعا. من خودم تا حالا خط سفید نکشیده بودم، اینم با کانسیلر کشیدم و میدونم هم که نمیمونه، زود پاک میشه، این بر من موندگار نیست. این بود نظر من نسبت به آرایشمون. به نظر خودم که قشنگم معلوم میشه، مثلا این قسمت سایه های این قسمت خیلی به نظر من جالب بودش. خب دیگه این میمونه که شما نظرتون رو بگین که آیا قشنگ شدم. امیدوارم که از ویدئومون خوشتون اومده باشه. لایک کنین، سابسکرایب کنین، ما رو به دوستاتون معرفی کنین. بعد خوشحال میشیم به هر حال اگه از ما حمایت کنین. تا برنامه بعدی، خدایا نگهدارتون.